سلام. یه مثل قدیمی هستش که میگه هر چی سنگه برای پای لنگه. بله، واقعا هم درست هست. وقتی یه مشکلی پیش میاد، مشکلات بعدی هم پشت سر هم ردیف میشن. بعضی وقتا بعد از اولین شکست یا مشکل، مشکلات پی در پی بعدی اونقدر زیاد میشن که دیگه آدما فکر میکنن دنیا داره به آخر میرسه. دیگه هیچ امیدی براشون نیست. همه چی تمومه. بعضی از آدما وقتی یه مشکلی براشون پیش میاد، تمام تمرکزشون رو روی این میذارن که چرا برای من این مشکل پیش اومده؟ الان من با این همه بدبختی چطوری این یکی رو حل کنم؟ به جای اینکه تمرکزشون روی پیدا کردن راه حل باشه، تمام توجه و تمرکزشون روی خود مشکل هست. مدام میگن چرا من؟ این چه مشکلیه؟ من نمیتونم این مشکل رو حل کنم. در واقع این افراد عادت کردن که همیشه کلی مشکل دور و برشون باشه. شاید بگن کی از مشکل خوشش میاد که من بخوام خودمو عادت بدم که دورم همیشه پر مشکل باشه. خب مسلماً وقتی تمام انرژی و تمرکز روی خود مشکل هست، دیگه ذهن نمیتونه دنبال راه حل بگرده. اون عادت در واقع به صورت ناخودآگاه عمل میکنه. یعنی در ضمیر ناخودآگاه آدم این عادت تقویت شده که تو همیشه باید مشکل داشته باشی. دور و برت همیشه باید پر از دغدغه باشه. آرامشی نباید توی زندگیت باشه. برای همه ما یه روزایی پیش اومده که صبح از خواب بیدار میشیم، یهو یه مشکلی یا یه موضوعی برامون پیش میاد. بعضی از آدم ها هستن که سریع میگن ای بابا، اینم از شروع روزمون، خدا بقیه روز رو به خیر بگذرونه. این جمله یعنی تمرکز روی مشکل و اتفاق منفی که افتاده و برای خودشون یه فاجعه درست میکنن. درست همین لحظه هست که تمامی جملات منفی، اتفاقات منفی توی ذهن ناخودآگاه بیدار میشه و حتی چیزهایی که برای خیلی قبلتر هم هست رو به یادتون میندازه و اونقدر احساساتتون رو درگیر میکنه که شما شروع میکنید به فرستادن ارتعاش‌های منفی به سمت جهان. خب حالا همونطور که میدونیم، قانون جذب همیشه در حال کار کردن هست. قانون جذب بر اساس ارتعاش‌هایی که به سمتش میاد عکس‌العمل نشون میده. وقتی کسی فقط به مشکل فکر میکنه، پس ارتعاش مشکل رو میفرسته و مشکلات پشت سر هم براش مهیا میشن. یه جمله ای رو شاید شما هم شنیده باشین که اطرافیان میگن زیاد نخندین، پشت خنده گریه است. بله، اگر کسی واقعا به این اعتقاد داشته باشه و به صورت جدی و عمیق ارتعاش این موضوع رو بفرسته که پشت هر خنده زیاد گریه هست، پس واقعا هم برای اون همین طوری میشه. بعضی از آدم ها فقط منتظر مشکلات هستن. خودشونو توی زنجیره ای از رنج و فلاکت قرار دادن و تا زمانی که آدم قبول نکنه که خودش در حال جذب مشکلش هست، پس نمیتونه زندگی با ارزشی داشته باشه. درسته خیلی چیزای منفی هم هست که از دست ما خارجه، اما ما یه وقتایی با تمرکز بیش از حد روی اون موضوع باعث میشیم که بدتر از اون دوباره به سمتمون بیاد. پذیرش مرحله اول هست. قبول این که من خودم مشکلات رو جذب میکنم و اینکه مقاومت ذهنی باید از بین بره. مرحله دوم که خیلی هم مهمه اینه که توجه و تمرکز رو از روی مشکل بردارین. خیلی سخته. کسی که اجاره خونش عقب افتاده یا بدهی داره یا هر مشکل دیگه ای که داره، توجهش رو از روی اون مشکل برداره. منظور این هست که اگر کسی بدهی داره، مدام نگه که من همیشه بدهی دارم، من بدبخت و بیچارم، بچه من درس نمیخونه، آخر عاقبتی نداره، همسرم معتاده و چیزای دیگه. یه کمی به خودتون استراحت بدین. ذهنتون رو مشغول چیزای دیگه کنید. یه کمی قدم بزنین، جلوی ویترین مغازه ها برین، با
با دوستا و خانوادتون یه کمی بیرون برین. بالاخره راه‌های مختلفی هست که میتونید تمرکز ذهنتون رو حداقل برای یکی دو ساعت از مشکل دور کنید. وقتی ذهن آزاد میشه خودش کم کم دنبال راه حل میگرده. راه حل همه چیز در ضمیر ناخودآگاه انسان وجود داره. شما فقط باید این اجازه رو به ضمیر ناخودآگاه بدین که بتونه راه حل رو به شما ارائه بده. از کارهای دیگه‌ای که میتونید انجام بدین و ذهنتون رو از مشکل دور کنین مسئله شکرگزاریه. از صمیم قلب بابت داشته هاتون خدا رو شکر کنید. مورد شکرگزاری هم شاید برای بعضیا سخت باشه که درست در وسط مشکل به شکرگزاری بپردازن. اما این کار جواب میده، حتما امتحان کنید. راه دیگه تصویر سازیه. میتونین تصویری از یه طبیعت زیبا یا یه تصویری از هدفتون داشته باشید. یا میتونین جملات تأکیدی مثبت بگین. جملات تأکیدی مثبت در لحظه حالتون رو خوب میکنه. البته روزهای اول تمرین ذهن شاید مقاومت کنه. اما بعداً تبدیل به یک عادت میشه و موقع بروز مشکل در لحظه تمرکزتون رو از روی اون مشکل بر میداره. و راه‌های خیلی زیاد دیگه‌ای که قبلاً اونها رو گفتم باز هم اونها رو خواهم گفت. توجه داشته باشین راه حل همه چیز در دنیای درونی همه انسان‌ها وجود داره. فقط باید به دنیای درون، حالا یا همون ضمیر ناخودآگاهتون فرصت بدین که راه حل رو به شما نشون بده. بعضی وقتا آدم اونقدر غرق در مشکلات و ناخوشی‌هاش میشه که حتی اگر راه حلی هم باشه، راه دیدن اونو خودش مسدود کرده. مراقب حرفا و اعتقاداتمون باشیم. اینکه یه مشکلی پیش بیاد دلیل نمیشه که پشتش مشکلات بعدی هم زنجیروار سرازیر بشن. موفق باشید.